سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام به خلاصه و حواشی بازی استقلال و مصر رفسنجان و حذف آبیا از جام حذفی بپردازم. اگه دوست داشتید این پست رو لایک کنید و همراه من باشید. استقلال تو دور 1/16 نهایی جام حذفی جلوی مصر رفسنجان شکست خورد تا آبی ها خیلی زود از این مسابقات کنار برن. آبی ها خیلی زود توی همون دقیقه 11 بازی صاحب یه ضربه پنالتی شدن که اگه گل میشد شاید نتیجه این بازی کلن عوض میشد، اما صالح هردانی این پنالتی رو خراب کرد تا استقلال این بازی رو شکست بخوره. حالا هوادارهای استقلال قدر کوین یامگا رو بیشتر میدونن، بازیکنی که علاوه بر این که تو جریان بازی به آبیا کمک میکرد تو ضربات پنالتی هم فوق‌العاده بود و خیال استقلالیا رو از این ضربه راحت کرده بود. در نهایت استقلال این بازی رو باخت و نکته جالب اینه که منتظر محمد که بازیکن خود استقلاله نقش مهمی تو برد مس داشت. منتظر بارها دروازه استقلال رو تهدید کرد و خودش هم گل دوم رو به ثمر رسوند. اینجا نتیجه مشکلات بین کادر فنی و مدیریت مشخص میشه و صدماتش اینجا وارد میشه. بازیکن خوبی مثل منتظر به خاطر مشکلات بین نکونام و خطیر در نهایت تو استقلال موندنی نشد و به مس قرض داده شد تا هم استقلال از این بازیکن خوب محروم بشه و هم این بازیکن اینجا زمینه ساز حذف استقلال بشه. اما بعد از این باخت باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه‌ای حمایت خودش رو از کادر فنی و بازیکن‌ها اعلام کرد. تو این اطلاعیه اومده شکست استقلال از مس گرچه منجر به حذف تیم از گردونه رقابت‌های جام حذفی شد، اما فصل همچنان ادامه داره و این تیم محبوب که تا الان صدر بوده میتونه فصل رو با قهرمانی تموم کنه به شرط اینکه دست از حمایت بر نداریم. فراموش نکنیم همین تیم با همین کادر فنی به صدر جدول رسید. با توجه به اطلاعیه‌ای که باشگاه منتشر کرده مشخصه که مدیریت باشگاه فعلا قصد داره با حمایت قاطعانه حاشیه‌های تیم رو جلوگیری کنه ازشون تا تیم درگیر حاشیه نشه. اما به نظر شما استقلال میتونه با نکونام امسال جام بیاره یا نه؟ حالا هم بریم با هم مسابقه بازیکن‌های استقلال رو ببینیم. حالت راجع بازی بخوام بگم تیم ما تلاششو کرد ولی متاسفانه نتیجه اونجوری که باید میشد در نیومد و فکر میکنم بازم بحث داوری داشتیم. حالا یه کارشناسا راجع به صحبت کردن سر گل دومشون و پنالتی که فکر میکنم باید تکرار میشده، ولی اینا جز دلایلی شما باید یه مذرخواهی از هواداران بکنیم. همونجوری که روز برد ازشون تشکر میکنیم بابت اومدنشون مذرخواهی میکنیم و قطعا مسئولیت این باخت با ماست و انشاءالله که بتونیم براشون جبران کنیم. بازم مذرخواهی میکنیم، میدونم که انتظار همچین نتیجه نداشتن و کاملا هم به حق بوده، ولی کل تیم تلاششون کرد و واقعا میتونم بگم که شرمنده شونیم. انشاءالله که بتونیم جای دیگه جبران کنیم. در مقابل لیگ برتر هم به هر حال هوادارا صحبت شما شاید تاثیر زیادی داشته باشه. اما فکر کنم در بازیکن استقلال این امید میدید بهشون که برای قهرمانی لیگ برتر تا آخر بمونن؟ ببین ما تمام تلاشمون رو تا اینجا کار کردیم، چه تو لیگ و اینم بازی اول جام حذفی واقعا تلاش کردیم. فکر می‌کنم نیمه اول یه اتفاق گل خوردیم، بعد گل مساوی رو می‌زدیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم، ولی میگم من معذرت‌خواهی می‌کردم و این چیزی بود که وظیفه من بوده این کار انجام بدم، ولی یه سری مشکلات هست که دوباره تو این دو سه روز اخیر یه سری شیطنت‌ها انجام شده تو تیم ما و میگم یه بار من گفتم که آرزو میکنم ایشالله این مشکلات حل شه و بار دیگه هم میگم ایشالله که تا قبل تمام این مشکلات حل شه. شیطنت‌های هم ریز و درشت شه تیم ما اتفاق میفته و امیدوارم حل بشه و یه جای دیگه استوب کنن این کارا رو. فکر میکنم یه جای دیگه استوب کنن چون کسی که آسیب میبینه از این شیطنت ها تیم و هوادارش و دیگه بعد فکر میکنم استوب کنن این کارا رو. سر یه اتفاق خیلی کوچیک دوباره یکی دو روز قبل بازی تمرکزی یه سری از بازیکن‌ها رو به هم میزنن، یه سری میگم شیطنت های ریز یه سری شده دروش واقعا دیگه باید تمومش کنن و ایشالله که این اتفاق تا قبل بیفته تمام این مشکلات حل بشه.
مگر میگم ضررشو تیم، بازیکن‌ها و هواداران میکنن. ضرر رو شامل هوادارا میشه و تیم و بازیکن‌ها. و میگم ان شاءالله که قبل عید دیگه، تا قبل عید مشکلات حل بشه و به عمر سال نکشه، چون ما الان 3-4 تا بازی سخت داریم و برنامه‌ریزی که داشتن ما دور رفت 2 تا بازی، 3 تا بازی بیرون خونه پشت سر هم، الان تو فاصله 4 روز دوباره 2 تا بازی بیرون خونه. و میگم یه ذره جدا از مشکلات دیگه‌ای که هست، این شرایط برنامه‌ریزی و مشکلات داوری هم که پیش میاد، ما تو بردم گفتیم، الان نگن که الان تو باختین حرفا رو زدی، تو بردم گفتیم، مثل هفته پیش که فکر میکنم تیم ما متضرر شد در بازی با سپاهان داوری، الان هم این اتفاق افتاده. و میگم انشالله که دیگه این کارا رو، این بلا رو سر تیم ما نیارن. سپاهان بازی رو باختیم، فکر کنم این بازی یه طرفه بود، تیم خیلی خوب بازی کرد و اگه حالا هم پنالتی اون گل میشد هم مقدمه گل میشد، ما یه دنده گل خوردیم و خیلی خوب بازی کردیم، تلاش کردیم ولی متاسفانه نشد دیگه. چرا آقای حسینی، تیم در روند خیلی خوبی رو داشت، بعد از طرف مثل رفسنجان هم به هر حال خیلی شکل گرفته بود، همه انتظار یه بازی بهتر از استقلال داشت. نه اتفاقا ما خیلی خوب بازی کردیم، شما دیگه نگاه کنید و میگم روی یه قفلت گل دوم خوردیم و متاسفانه یه ذره بازی برامون سخت شد. امیدوارم که دیگه در ادامه رفتیم موفق باشیم و این 12 تا فینال رو با خوش سر بزنیم. در ادامه راه هواداران امید دارم به جام لیگ برتر. بله خب متاسفانه از جام اسبی کنار رفتیم. خب ما از دستی مثل هواداران هم ولی بهشون خوردیم که توی لیگ برشون جبران کنیم. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أبارك لفريقي والكادر التدريب والإدارة على هذه النتيجة الطيبة أمام فريق كبير مثل فريق استقلال. بسم الله الرحمن الرحيم، تبريك ميام أول بحواداران مثل رفسنجان، همبازيانم و کادر فنی و هیئت مدیره، و خیلی خوشحالیم که جلوی تیم بزرگی مثل استقلال همچنین چه کسب کردیم. و نفس الوقت عنانی داخلی حزین بسبب خروج نادی استقلال من بطولت کاس، و همچنین ناراحتم به خاطر خروج استقلال از این مسابقات. ما كنت اتمنى انه اعيش هاي اللحظات، انه اسجل على الفريق اللي اني انه اجيت الى بدايه الموسم، و هیچ وقت تصور اینو نداشتم که جلوی استقلال همچین اتفاقی بر من رخ بده و سبب خروج استقلال از این مسابقات بشم. بس مثل ما تعرفون انه هاي حال كرة القدم، فوز وخساره، وهذه كانت ظروف المباراه. وهارد لك نادي استقلال والجمهور الكبير اللي كان حاضر، وابارك الجمهور اللي حضر وساندنا طوال المباراه. ولی خب این فوتبال و اتفاقات پیش میاد، یه روز بر ضد ما، یه روز برای ما، ولی با همه این اوصاف استقلال خسته نباشید میگم و امیدوارم که در آینده اتفاقات بهتری برشون بیفته. و همچنین بازم به هواداران خودمون تبریک عرض میکنیم. آقای منتظر، باشگاه استقلال شاید خیلی هوادارانش مخصوصا ناراحت باشه وقتی که شما قرارداد اومده بفسه استقلال جماهیر خیر حد آن میتونه منزعج تجاه نهایه تلعب و مخلل خصوص هاي اللعبه هلام لعبت. شنو نظرك حول هذا الاتفاق؟ ايش صار؟ يعني صراحه انا احس بجمهور نادي استقلال، لان من بدايه الموسم لحد الان جمهور استقلال ساندني طوال المباريات اللي جاي اخوضها مع نادي مس. من یک حس نزدیکی دارم نسبت هواداران استقلال، به خصوص از وقتی که اومدم تا الان همواره منو حمایت کردن و هر بازی به من حس خوبی میده. بس مثل ما تعرفون، مثل ما قلت لكم، انه هاي حال كره القدم، واتمنى لهم التوفيق بباقي المباريات، واتمنى لهم النجاح وتحقيق نتائج طيبه بمباريات الدوري. ولی همونطور که بهتون گفتم، فوتبال همین اتفاقات میفته و برای باشگاه استقلال امیدوارم که تو ادامه لیگ اتفاقات خوبی بیفته. واتمنى فريقي يعني بعد اكثر بهذه المباريات القادمه جاي نحقق نتائج طيبه خلال هذه المباريات، سواء بالدوري او بالكاس. واتمنى انه ان شاء الله راح يكون القادم افضل. من بدايه المرحله الثانيه احنا عشنا لحظات طيبه مع المدرب محرمي، وان شاء الله راح تكون نتائج طيبه بباقي المباريات. و همچنین برای تیم خودمون هم که توی نیم فصل دوم اتفاقات خیلی خوبی افتاده و حال تیم خیلی بهتره با آقای نوید کیا و محرم، و امیدوارم که در ادامه لیگ و همچنین جام حذفی نتیجه خیلی بهتری هم کسب کنیم. حسن، خودمون در مورد گل دوم
وبالنسبه لاهدافه كلها حساسه للنادي مسرف سجن، شنو رايك؟ يعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر انه جاي اتوفق بالمباريات، وهذا ما جاء بجهودي يعني فقط، جاء بجهود الكادر التدريبي وجهود اخوه اللاعبين اللي ما قصروا بالمباريات، وهم اللي هم يعني اللي داعمين المنتظر داخل الملعب. خدا رو شکر به اسم من تمام شد، ولی در کنار این تمام تلاش برادرم و همبازیانم توی تیم هست که تلاش کردم و خب من تونستم این کار به سرانجام برسیم و خدا رو شاکرم برای اتفاق. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودی.